سرخط مهمترین خبرها. رهبران شمال آخرین تصمیم خود را گرفتن. مسعود در نشست مسکو: افغانستان بهشت امن ترورستان شده است. نماینده ایران در نشست مسکو: گروه های تروریستی متعدد در خاک افغانستان حضور دارند. تعطیلی سفارت افغانستان در دهلی نو: دیپلماتان افغان زیر فشار هند و طالبان با تصمیم دشوار روبرو شدند. و کانادا 295 شهروند دیگر افغانستان را از پاکستان منتقل کرد. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. مسعود در نشست مسکو: افغانستان بهشت امن ترورستان شده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در نشست مسکو گفته که اکنون کشور بهشت امن ترورستان شده است. با گزارش سپوتنیک، مسعود روز پنجشنبه 2 قوس در نشست تحت عنوان افغانستان در میان گذشته و آینده در مسکو گفته است که افغانستان طالبستان شده، در حالی که کشور متعلق به گروه و قوم نیست. وی تصریح کرده است افغانستان سیاچال عمیق برای مردم شده و به بهشت امن برای تروریسم، افرادگرایی و گروه های تبهکار تبدیل شده است. با گفته او، طالبان حس تعلق را از مردم افغانستان گرفته است و با رویکرد خوشنطبار همه روزه به تعهداتشان نیز پابند نیستند. مسعود خاطر نشان کرده است حکومتی که بر مردم خود رحم نکند به منطقه و جهان هرگز رحم نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی اضافه کرده است که مردم افغانستان همیشه قربانی دسیسه ها شدند و جهان نباید به ایتنا باشد. نشست موسم به افغانستان در میان گذشته و آینده با میزبانی حزب روسی عادل که 20% کرسی های پارلمان روسیه را در اختیار دارد در مسکو برگزار شد. در این نشست شمار زیاد از چهره های سیاسی افغانستان شرکت کردند. رهبران شمال آخرین تصمیم خود را گرفتند. محمد محقق: اگر گفتگوها برای ایجاد دولت فراگیر نتیجه ندهد، وارد فاز میدانی می شویم. محمد محقق عضو شورای رهبری جبهه مقاومت برای نجات افغانستان که در نشست مخالفان طالبان موسم به افغانستان در میان گذشته و آینده امروز در مسکو برگزار شد شرکت کرده است. در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری افق گفت که اگر گفتگوها برای ایجاد دولت فراگیر نتیجه ندهد، وارد فاز میدانی می شویم. آنچه در ادامه می آید، گفتگوی اختصاصی خبرگزاری افق با استاد محمد محقق در مورد برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف شورای رهبری جبهه مقاومت برای نجات افغانستان و نتایج آن و همچنین راهکارهای این شورا برای ایجاد حکومت فراگیر است. برای آمریکا نه حقوق بشر مهم است و نه حقوق زنان مطرح و نه هیچ چیز دیگری. شما می بینید که در غزه 14500 نفر شهید شدند که 70% آنها زن و کودکان هستند. اگر برای آمریکا حقوق زنان و کودکان مهم باشد، آیا اینها انسان نیستند؟ این کشورها خود به خود این طوری یعنی پراگنده نمی شوند. تعداد زیاد از مخالفین طالبان را آمریکا گپ می دهد. ابتدا یعنی آمریکا تمام نیروهای تربیت شده را از افغانستان خارج کرد و در بیرون از کشور بی سرنوش و سرگردان کردند، با امید اینکه آمریکا برای آنها کار انجام می دهد، در حالی که آمریکا هیچ برنامه برای آنها ندارد و پروگرام آمریکا طالبان است. چند نفر از آنها از جمله چند جنرالی که بیرون از کشور هستند، چند حزب هم درست کردند و متوجه نیستند که آمریکا آنها را سر می دواند. یک تعداد از سیاسون هنوز هم با ساز آمریکایی ها می رخصند، لذا خود را منسجم نتوانستند. اما تعداد که از اول هم به این نتیجه رسیده بودند، وقتی بسیار می گفتند که طالبان آمریکا را شکست داده و قهرمان اسلام است، اما من با صراحت با آنها حتی درگیر شدم و گفتم این طور نیست. طالبان نه تنها قهرمان اسلام نیستند، بلکه طالبان نیروی نیابتی آمریکا هستند. آنها به زور نیامدند، تمام قلوردوها را آمریکا در اختیارشان گذاشت و 78 میلیارد دلار تسهیلات تانک و وسایل نظامی را خود ترامپ اعتراف کرد که در اختیار طالبان قرار دادند. در واقع خود دولت آمریکا اینها را به طالبان دادند. ما این مسئله را می گفتیم ولی در ابتدا کسی باور نمی کرد، اما امروز همه به این نتیجه رسیدند که طالبان نیروی دست نشانده آمریکا است.
نماینده ایران در نشست مسکو، گروه های تروریستی معتدد در خاک افغانستان حضور دارند. نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست مسکو می گوید، گزارش ها و برخی از اظهارات مقام های طالبان نشان می دهد که گروه های تروریستی معتدد در خاک افغانستان حضور دارند. او روز پنجشنبه دوی قفز در نشست تحت عنوان افغانستان در میان گذشته و آینده در مسکو گفت، گرچند این گروه ها هنوز عملیات انجام ندادند، اما حضور چهره های عضو گروه های تروریستی در خاک افغانستان نگران کننده است. وی در این نشست از رویکردهای عقده‌ای طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که در ماه های اخیر گزارش های زیاده از توسعه مدارس جهادی منتشر شده است و گفته نماینده ایران، توسعه مدارس دینی که قرائت خاص از اسلام را ترویج می کند تهران را نگران کرده است. او در این نشست افزود که طالبان اقدام قابل قبول در زمینه شکلگیری حکومت فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام افغانستان انجام ندادند و ایران آماده است میزبان گفتگوهای طالبان با نمایندگان اقوام مختلف باشد. تعطیلی سفارت افغانستان در دهلی نو، دیپلماتان افغان زیر فشار هند و طالبان با تصمیم دشوار روبرو شدند. سفارت افغانستان در دهلی نو اعلام کرد که به دلیل فشار دولت هند و طالبان برای واگذاری فعالیت‌هایش را به گونه دائمی تعطیل کرده است. این سفارت طی اعلامیه بامداد روز جمعه 3 قوس از توقف دائمی فعالیت‌هایش با تأسف خبر داد. این سفارت گفته است که با وجود 8 هفته انتظار، هند ویزای دیپلماتان افغانستان را تمدید نکرد و با توجه به فشار مدام دولت این کشور و طالبان برای واگذاری سفارت، کارمندان آن با یک انتخاب دشوار روبرو شدند. در اعلامیه این سفارت آمده، به دلیل چالش‌های مدام دولت هند، این تصمیم به دنبال توقف قبلی سفارت در 30 سپتامبر سال 2023 انجام شد، به این امید که موضوع دولت هند به طور مطلوب تغییر یابد تا ماموریت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان بتواند به طور عادی به کارش ادامه دهد. پس از این اتفاق، سفارت افغانستان در دهلی نو به دولت هند سپرده شده است، در حالی که دیپلماتان وابسته به طالبان در آن سفارت حضور دارند. کانادا 291 شهروند دیگر افغانستان را از پاکستان منتقل کرد. اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که 291 پناهجوی افغان را از پاکستان تخلیه کرده است. این اداره ناوقت روز پنجشنبه دوی قوس از انتقال این افراد با یک پرواز چارتر به شهر لاس فیگاس کانادا خبر داده است. این افراد قرار است در شهرهای کلگی، اوتولا و سنت جان جابجا شوند. این اداره گفته که از ماه اگست تا اکنون 40,000 پناهجوی افغان را به کانادا منتقل کرده و به هدف تعیین شده دست پیافته است. اداره مهاجرت کانادا افزوده است که کار رسیدگی به پرونده های پناهجویان افغان ها که در انتظار تخلیه هستند ادامه دارد. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافی است چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.